شش نفری که خداوند آنها را لعنت می کند. شش نفر هستند که خداوند آنها را لعنت می کند و ملائکه هم آمین می گویند. اگر خدا لعنت کند و ملائکه هم آمین بگویند، یعنی دعا مستجاب است. حال این افراد چه کسانی هستند؟ سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. مشمولین لعنت ملائکه. شش نفر هستند که خداوند آنها را لعنت می کند و ملائکه هم آمین می گویند. اگر خدا لعنت کند و ملائکه هم آمین بگویند، یعنی دعا مستجاب است. حال این افراد چه کسانی هستند؟ اول کسانی که ازدواجشان را به تأخیر می اندازند. اول کسی که زمان ازدواجش رسیده، تمکن مالی هم دارد، اما با خودش میگوید من اگر زن بگیرم بچه دار میشوم، بنابراین زن نمیگیرم. چرا ازدواج نمی کنید و زن نمیگیرید، در حالی که در حدیث داریم شرار موتکم العذاب، بدترین مردگان شما عذاب ها هستند. دوم و سوم، مردی که خود را شبیه زنان می کند و برعکس آن. مردی که خودش را به صورت زنها در می آورد، انگشتر طلا و گیس و لباسی که انسان مرتب شک کند که آیا این مرد است یا زن. مردی که خودش را به شکل زنها در می آورد مورد لعنت خداست و ملائکه هم آمین می گویند. گاهی انسان شک می کند که آیا این شخص زن است یا مرد. بنابراین مردی که خودش را شبیه زنها می کند و به شکل زنها درست کند، خداوند لعنتش می کند. مردی گفتن، زنی گفتن. چرا خداوند برای ما مردها محاسن خلق کرده، چرا برای زنها خلق نکرده است؟ خداوند که می توانست برای زنها هم محاسن خلق کند، برای ما مردها خلق کرده، برای اینکه محاسن داشته باشیم. بنابر این کسی که محاسن خود را بزند با خداوند مخالفت کرده است، یعنی کسی که خلقت خداوند را تغییر می دهد، یا اینکه زن است اما خودش را به شکل مرد در می آورد، کت و شلوار می پوشد و وقتی نگاهش می کنی فکر می کنی مرد است. این گونه افراد مورد لعنت خداوند هستند و ملائکه هم آمین می گویند. چهارم، فریب دادن و تمسخر مردم. چهارم، شخصی که شخص دیگر را فریب داده و او را مسخره کند. مثلا به فقیری میگوید جلو بیا. وقتی فقیر پیشش می آید به او چیزی نمی دهد و میگوید گردن کلفت، برو دنبال کار و کاری کن. چرا به او گفتی بیا جلو چیزی به تو بدهم؟ و وقتی آن بنده خدا جلو آمد به او میگویی حالا چیزی پیشم نیست و مسخره اش میکنی، کسی که چنین کاری انجام میدهد مورد لعنت خداوند است. با فقرا اهانت نکنید. شخصی میگفت 20-30 سال پیش فقیری در بازار از کسی چیزی خواست، هیچی که به او ندادند بماند مسخره اش هم کردند، فردا همان دکان آتش گرفت و تمام چیزش سوخت. سزای اهانت به فقرا. روزی شخص ثروتمندی با همسرش در حال غذا خوردن بودند که شخص فقیری به در خانهشان آمد. آنها در را بر روی فقیر بستند و او را ناامید کردند و چیزی ندادند و شاید توهینی هم به فقیر کردند. روزگار گذشت تا اینکه آن شخص فقیر دارا شد و آن شخص دارا ندار و زنش را هم طلاق داد. شخص فقیر که حالا ثروتمند شده بود خواستگاری فرستاد و زن آن شخص ثروتمند را گرفت.
روزی زن با شوهر دومش در حال غذا خوردن بودند که در زدند. شوهر گفت بلند شو و یک بشقاب غذا به این فقیر بده. زن بشقاب غذایی را دم در برد و برگشت. مرد دید که زن در حال گریه کردن است. گفت چرا گریه میکنی؟ زن گفت فقیری که دم در خانه آمده بود شوهر سابق من بود. روزی من با او در حال غذا خوردن بودم که تو به در خانه من آمدی و ما تو را ناامید و محروم برگرداندیم. حال روزگار او را به اینجا رسانیده است. تو با من ازدواج کردی و او اینک فقیر شده و دم در آمده است. بنابراین هر کس که به فقیری اهانت کند خداوند او را لعنت می کند. خیلی مراقب باشید. چیزی ندارید به فقیر بدهید ندهید، اما اهانت نکنید. پنجم، فریب دادن اشخاص نابینا. شخص نابینایی اساس زنان در حال رفتن است که شما به او میگویید مواظب باش که یک حیوان یعنی یک چهارپا یا یک الاغ و یا گاو از مقابل تو می آید. نابینا هم به خاطر همین حرف شما راهش را کج می کند و به سمت دیگر می رود و سرش به دیوار می خورد. چرا این حرف را زده اید؟ چرا این شخص نابینا را که در حال راه رفتن در مسیر مستقیم بود منحرف کردی؟ او که داشت راه خودش را می رفت. چرا مسخره‌اش کردی و گفتی جلو تو یک الاغ یا موتر یا ماشین است؟ و او هم به خاطر حرف تو به سمت دیگر رفت و سرش به دیوار خورد. خداوند شخصی که نابینایی را از راهش منحرف می کند لعنت کرده است. ششم، آدرس اشتباه دادن. ششم، از کسی سوال می کنند مثلا حمام قبله کجاست و او آدرس اشتباهی می دهد. مثلا شخصی از کسی نشانی می پرسد و آن شخص عمدن به این نفر آدرس اشتباه می دهد. این شخص هم به دنبال حمام قبله به سوی آدرس اشتباه می رود و در آنجا به او می گویند که اشتباه آمده ای. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.